درود به هیمدان و تیمیدان، با من با صدای ایرج خوش آمدید. ما این بار آمدیم به ولایت زیبای سمنگان، شهر قصه و افسانه ها، شهر حماسه و اسطوره ها، شهری که قصه های زیادی را در هر گوشه خودش در قلب خودش جا داده، شهری که استوپای بزرگ تخت رستم را در خودش جا داده. با ما باشین تا پایان برنامه از این سفر ما در ولایت زیبای سمنگان لذت ببرین. ما فعلا در مرکز ولایت سمنگان شهر ایبک قرار داریم و خواستیم که این برنامه را ابتدا آغاز بکنیم، بریم به طرف تخت رستم، نماد ولایت سمنگان، جایی که چشم هر بیننده، چشم هر گردشگر را محو زیبایی های خودش و محو کندنکاری خاصی که این استوپه صورت گرفته میسازه. خب دوستا با ما باشین و از این برنامه هم لذت ببرین. جا داره که تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک. لذات سرشار از شادی های ناب را با نوشیدن انرژی اتک در این ماه پرفیض به وجود آورید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. انشالله که باز ما هم روز به پایان برسه و در افطار اتک بنوشیم و لذت ببریم. خب دوستا ما را همراهی بکنین، آیست آیست میریم به طرف استوپه سنگی یا هم تخت رستم تا از تاریخش، ای که چرا ای استوپه کنده شد و همچنان قصه رستم آشنا شویم و بیشتر بدانیم. هموطنان عزیز، ما در سمنگان هستیم و فعلا هم در کنار تخت رستم قرار داریم، یکی از شاهکارهای دوره بودایا در افغانستان، و آنقدر این استوپه زیبا و ظریف کندنکاری شده که هرقدر طرفش ببینیم محوش میشیم، خیره میشیم برش، و یک استوپه است که فوق‌العاده دیدنی است و به نام تخت رستم هم در بیشتر جاها شما شنیدین، ازش یاد شده در شاهنامه، ازش یاد شده. و در قسمت هم در کنار ما فتح‌الله وافع، یکی از شخصیت های فرهنگی ولایت سمنگان است، تا امروز از بام تا شام کنار ما باشه و صحبت ها را در رابطه با تخت رستم و همچنان در رابطه با ولایت سمنگان با ما و شما دوستا داشته باشه. وافع صاحب خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ هرچند که ما و شما خو احوال پرسی داشتیم، حالا اگر سلامی هم دارین برای دوستای ما هم که همراه ما در خدمت شماست. تشکر، سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارای عزیز تلویزیون تلو و از طریق تلویزیون تلو برای همه هموطنان عزیز ما در هر گوشه و کناری که زندگی میکنن. بخیر و سلامت باشین. خب وافی صاحب، میشنیم از شما در رابطه با این تاریخچه تخت رستم. تشکر، ما در قدم نخست خوش آمدید درد میکنم. شما تیم امرای شما را به ولایت سمنگان، بخصوص به ساحه تاریخی استوپی سنگی تخت رستم. قسم که شما هم در جریان هستین، ولایت سمنگان یکی از ولایات است که به نسبت داشتن ساحات تاریخی یکی از ولایات بسیار قدیمی و باستانی است و زبان زده همه، و یکی از این ساحات تاریخی استوپی سنگی تخت رستم است که ما شما فعلا در این ساحه قرار داریم. استوپی سنگی تخت رستم در نزدیکی شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان، حدود 1.5 کیلومتر از مرکز شهر فاصله داره و یکی از جاهای تاریخی ولایت سمنگان است، یگانه محل تفریحی برای مردم ولایت سمنگان و سایر هموطنان عزیز ما که از نقاط مختلف به ولایت سمنگان تشریف میارند برشان میباشه. استوپه سنگی تخت رستم، همونطور که از نامش پیداست، به نام رستم پهلوان یاد میشه، ولی در اصل یک مرکز بودایی است و در ابتدای از او برمیگرده به دوره زرتشت. کلن از سنگ است و بامو وسایل ابتدایی که در امو زمان بوده میبینید که بسیار به شکل زیبایش ای تراشیده شده، بسیار مقبول کندنکاری شده. در شاهنامه 12 بار از تخت رستم و از سمنگان و از رستم و سهراب
یاد شده. گتمن دوستا و بیننده عزیزم در قسمت او معلومات دارم. دقیقاً واقعا که شاهنامه اثری که همیشه وقت در دل همه جا داره و یک اثر فوق العاده خوب از استاد فردوسی. بله. خب اثر ماندگار میشه که بریم یک بار از دلیزو هم دیدن بکنیم و شما هم دوستان ما را همراهی بکنید. و ما شما که پیشتر یاد کردیم گفتیم که دو دهلیز است، یکی از دو دهلیز ها ای است که ما فعلا داخل دهلیز میشیم یک دهلیز اینجا است. بله، از این را داخل میشیم و امون قسمی که در او زمان ها مثلا می آمدن و مراسم انجام میدن از یک دهلیز داخل میشدن و اطراف زیر دور میزدن و پس میپرودن، دیگه ما شما به اون نیت نه، ولی به نیت ازی که بیننده های عزیز ما ببینن برنامه را لذت ببرن. خیلی خوب، بفرمایید. ای در سالهای اخیر مرمت کاری شد، اینجا یک راه بود، یک قسمتی تو افتیده بود چون سنگ آهکی است، به مرور زمان سایده میشه. این یک راهی بود که میتونست یکان کسی از اینجا بالا شود، هم بدل ازی که بتانن امور راهی و برو مرور یک جوان ها را که اونا علاقه مند بودن و میبرمدن بالا که او گرفته شود، طرف دیگه هم این محافظت شود. بسیار خوب، باز امکان نداشت که مرمت از خود سنگ های آهکی دوباره صورت بگیره؟ این که چه قسمی گپ شد نمیفهمم، اما برحال این را با مو هدف چیز کردن، ولی اگر از خودی از یک چیزی میشد تیم تحقیقاتی فنی کار از این را انجام میداد بهتر خوبتر میبود. دقیقا. خب وافی صاحب، ما بیشتر زمانی که در قسمت بالا بودیم وجود سموچ ها یا مغاره های زیادی را در پایین دیدم، اگر موافق باشین شما هم بریم یک بار از اونجا دیدن اونجا ببینیم، چرا اونجا هم چیزای بسیار جالبی است که حتما برای بیننده های عزیز هم خوش آیند است. بفرمایید سید. ما از تخت رستم دیدن کردیم و فعلا هم آمدیم به می مغاره هایی که مربوط میشه به تخت رستم و با هم دیگه ارتباط دارن. میشه که وافی صاحب در رابطه به این مغاره ها هم بر ما بگید پیش ازی که بریم داخل، خب که این مغاره با چی منظور کندن کاری شده و از چی استفاده صورت گرفت؟ ما شما بیشتر هم در قسمت بالایی صحبت کردیم، یک سلسله مغاره هایی است که یام جز سایه تخت رستم است و این محل عبادت و نیایش است که نزد مردم محلی ما باز بر روایت به نام بازار و حمام و چیزا یاد میشه. اما وقتی که ما شما اینجا داخل میشیم یک نمونه از کار دوره زردشتی هم در قسمت در مغاره اول دیده میشه. بسیار خوب، ما اینجا میبینیم شما. خیلی خوب است، بفرمایید که ببینیم. به به، عجب مغاره بزرگ و با شکوه است. این هم متعلق به مو دوره است؟ بله. قسمی که شما میبینین این مغاره کاملا متفاوت است از مغاره های دیگر و در قسمت بالایی ازی میبینین که گلهای لوتیس و نیلوفر و گلهای آفتاب‌پرست کندن کاری شده.
و این قسمت هایی که میبینین محل است که برای روشن کردن که سزا میماندن امو شم یا بله شم بوده و این هم محل گذاشتنی بود است درست که ما همین شکل مغارهای دیگه هم به این شکل داریم و این روشندانی که شما میبینین هم میتونه وسیله برای روشن ساختن مغاره بوده باشه و هم میتونه که من حیثی انعکاس دهنده صدای آلود اسپیکر از هم استفاده شد خب امید دوراندازی که بالاتر است و دوران هم که به دو طرف دیگه قرار گرفته و تعبیر چنان است که وقتی که مراسم مذهبی را انجام میدادن کسایی که در اینجا بودن در جریان مراسم مذهبی و بوتی که در قسمت بالا بود باید این صدا را اعتقاد به این داشتن که مجسمه بودا یا بوت بودا در اونجا او صدا را بشنوه خیلی خوب آمدیم از این مغاره هم دیدن کردیم خب بریم آره قطار مغاره بعدی که اونجا است خوب است می‌بینیم ماره ما و شما بله. داخل دهلیز بسیار بزرگ و کلان شدیم که این نزد مردم محل به نام بازار یاد میشه اینجا به نام بازار یاد میشه بله. مردم محل به نام بازار یاد میکنه و این مغارک‌ها و کشک‌ها که می‌بینید هم تقریبا نمایندگی از همون میکنه ولی در اصل شاید هم مرکز تدریس بوده باشه عجب کار شده در این دهلیز و عجب قوت هایی بوده و عجب قدرت هایی بوده که با او ابزار دستداشتشان در مو گذشته های دور همچو دهلیز های بسیار بزرگ کندنکاری شده و به این شکل هم کمی اتاق کاست ولی مردم آم هم خیلی خوب تشبیه کرده مثل از این میمونه که یک مارکت باشه و اینجا هم هر کدام دکان باشه دیگه از همون تو یک شکل میکنه بله بله خب بریم بعد به طرف مغاره بعدی ما شما مغاره دیگر هم میبینیم درست یه هم جای بوده که دیگه پیش از این کسایی که میخواستن برن به داخل سالون اینجا به انتظار می نشستن بله این قسمه که شما میبینین این سالون متفاوت است از سالون دیگه میبینیم که به شکل بسیار هستی و دیزاین عالی این کندن کارش اگر چه کاری بسیار قدیمی است ولی به شیوه امروزی هم میبینیم که زیباست میبینیم که یک محل بسیار بزرگ برای پذیرایی میمونا است و بعد از او ما و شما داخل سالن بزرگ میشیم که اینجا میشه که محل جلسات بوده باشه میشه که محل تدریس بوده باشه میشه که محل اجتماعات دیگه که از این استفاده میکردن خیلی خوب ولی وافی صاحب ما نظیر همچو مغاره ها را در سایر ولایت ندیده بودم هرچند که ما رفتیم به ولایت دیگه هم سفر داشتیم ولایت بامیان که مغاره های زیادی است ولی با همچو ظرافت های خاص بی‌نظیر است دقیقاً چنین است می‌بینیم که شکلی که معماری مهندسی که در این استفاده شده متفاوت است از اول هاست ما گاهی هم بگیم که استوپی سنگی تخترستان یعنی بی‌نظیر است در منطقه دقیقاً یک بار بریم از اینجا هم دیدن بکنیم دوستا میرم. شما بیاین با ما امیدوار هستیم که تا اینجا هم لذت برده باشین بیاین دوستا اینجا را ببینین زیبایی های این مغاره را ببینین که چقدر آدم محو خودش میسازه اوکی کاملا متفاوت کاملا یعنی شما میبینین که این به شکل مربع شکل است بله و هر زولیزی میبینین که یک به شکل میرابی یک چیزی داره و بسیار به شکل ظریف و با زیر ستونی های بسیار مقبول هر کدام با مساویه مشخص خودش کندن کاری شده بله. یعنی یکی با دیگه همونطور همخوانی داره برابر هم هستن دقیقا. یعنی این سالون از جمع سالون های بسیار بزرگ و کلانی هست که محل بودوباش یا محل مثلا جلسات یا برنامه های دیگه که اینجا دایر میکردن اینجا است
خب باز جان، حالی ما شما صاحب استوپی سنگی تختورستان با تمام جزئیاتش دیدیم، بیننده ها معلومات حاصل کردن. حالا ما شما میدیم در یک فضای باز و نمای شهر ایبک و در مورد سابقه شهر ایبک و مرکز ولایت سمنگان در اونجا حرفای بین داشته باشید. بفرمایید سر، بخیر باشید. خب دوستان عزیز، ما از تخت رستم و همچنان مغاره هایی که قرار داشت دیدن کردیم و فعلا هم آمدیم به یک نقطه بلندتر و از اینجا میبینیم که تمام زیبایی های شهر ایبک به خوبی و به زیبایی های تمام معلوم میشه. خب وافی صاحب، از شما میشنویم ابتدا در رابطه به پیشینه تاریخی است ولایت سمنگان، باز بعد شایسته است ان شاء الله صحبت ها را می داشته باشید. تشکر. قسمی که شما گفتین و بنده عزیزم که شاهد هستن و تصویر می بینن، ما و شما فعلا میبینیم در تصویر که نمای شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان. ولایت سمنگان در ابتدا جزء ولایت بلخ بوده و به شکل حکمران نشین و سال 1343 به این طرف به عنوان یک ولایت ارزندام میکنه و جزء تشکیلات اداری دولت میشه و فعلا ولایت سمنگان دارای 7 واحدی اداری است به شمول مرکز که ما 6 ولسوالی داریم به نام ولسوالی دریصف بالا، دریصف پایین، روی دواب، خرم و سارباغ، حضرت سلطان و فیروز نخچیر و مرکز ازی ولایت به نام ایبک یاد میشه و ایبک هم در زبان ترکی به نام بوت یا سنم که آی بوت و سنم است و بک به نام بزرگ و این بین ولایتی که با سمنگان سرحد مشترک داره ولایت بغلان است، کندوز است، بلخ است و ولایت سرپل. خب وافی صاحب، ازی برای ما بگین که هموطنهای ما در این ولایت مصروف چی کار بار هستند؟ بیشتر چرخه اقتصاد خانواده از کدام لحاظ در چرخش است و مردم مصروف چی کار بار است؟ قسمی که شما میبینین و هموطنهای عزیزی ما هم در تصویر میبینن، سمنگان یک خود مرکز شهر، یک سایه سبز است، اما متاسفانه آنقدر آب نداره و مردمی که در اینجا زندگی میکنن بیشتر پیشه از این مردم زراعت و مالداری تشکیل میده در اطراف و زراعت از آن وابسته به زراعت للمی یا دیمه است که هر قدر اگر سال بارانی باشه، بارندگی ها بیشتر باشه، دقیقا که عوایدشان بیشتر است و در قسمت مالداریشان هم اون است، بیشتر دمی هستند. اما صنعت هایی که در اینجا استفاده میشه، مردم محل به صنعت گلم بافی، قالین بافی، نمد، قالینچه، گلمچه های خرد، صنعت دیگریزی است، مسگری است و در این قسمت ها هم مردم ما دسترسی تمام دارند، هم در مرکز و هم در ولسوالی ها. از پسته ولایت سمنگان هم برمو یاد بکنین که بعد از پسته ولایت بادغیس بهترین پسته را داره. بله، سمنگان اما قسمی که شما یادآور شدین در قسمت پسته واقعا دست بالا داره، جنگلات طبیعی بسیار خوبی داره در اطراف نواحی این ولایت، جنگلات طبیعی بسیار خوبی هست که متاسفانه در یک مدتی با فراموشی سپرده شد و جنگلات قطع می شد و آره خوشبختانه که این جنگلات محافظت می شه و خیلی مردم علاقمندی ازی هستند، نه تنهایی که قطع نمی کنند، دوباره کوشش می کنند کوری های را داشته باشند، غرس می شه در اطراف و نوایی. سمنگان پسته بسیار زیبا داره و در پالوی ازی بادام سمنگان هم شهرت خوب و جهانی داره. قربان شما. خب دوستا، وافی صاحب هم کنار ماست و ما هم آیستا آیستا میریم به طرف شهر کونه یا شهر قدیم ولایت سمنگان و همچنان از یک کاروانسرای قدیمی هم دیدن میکنیم. کافی است که شما برنامه را دنبال بکنین و ببینین. بفرمایید وافی صاحب. Thank you.
هموطنان عزیز، ما فعلا در بالای حصار ولایت سمنگان هستیم، بالای حصاری که در بلندای قرار گرفته و زیبایی های شهر کهنه و شهر قدیم ولایت سمنگان از جبه خوبی معلوم میشه. اما پیش از اینکه روی بالای حصار بپردازیم صحبت بکنیم، جا داره که تشکر بکنم از حامی برنامه ما هم انرژی اتک. بیایید با نوشیدن انرژی اتک در این ماه پرفیض روحتان را با نسیم و لبخند سیراب کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. خب وافی صاحب، میشنیم از شما در رابطه با اینکه بالای حصارها چی به چی منظور ساخته میشد بیشتر؟ ساخت ساز بالای حصارها معمولا به منظور ازی بوده که این قلعه های محافظتی، قلعه های جنگی، کسایی که در وقت حاکم شهر بودن، شاه ها یا شاهزاده ها یا کمره ها، اینا بالای حصارها را می ساختن. بالای حصارها به منظور که محافظت از شهر. و چیز جالبی که در این بالای حصارها معمولا دیده میشه، تمام ضروریات یک شهر در این بالای حصار گنجانیده میشده، هم از محل بودوباش حکومتی، محل بودوباش منصوبین حکومتی، بازار، تیم و سایر ضروریاتشان. و بالای حصار شهر قدیم هم یکی از همون بالای حصار بسیار قدیمی و کهنه است که در شهر قدیمی شهر ایبک موقعیت دارد که فعلا ما شما در اینجا هستیم، و در کنار از این شهر قدیمی ایبک است که متاسفانه از یک سیل بسیار مدهش و خطرناکی که در سال 1312 سرازیر میشه، در این قسمت این شهر زیر سیل میشه، شهر قدیمی و این به یک مکان مخروبه تبدیل میشه و شهر انتقال میکنه به ساحه جدید که در اونجا است، شهر در اونجا آباد میشه. و در کنار ازی باز کاروانسرای گپای است که محل آبادانی، و در اینجا تمام مراکز داد و ستود مردم محل در اینجا بود. بسیار خوب. خب دوستان، ما آمدیم از بالا حصار شهر قدیمی ولایت سمنگان هم دیدن کردیم و واقعا یک فضای فوق العاده خوب و دیدنی است. زیبایی های طبیعی، صدای پرنده ها و همی آب و هوا، و ناگفته نمانه که می شمالکی هم کس خیلی خوشایند است. خب حالا میریم به طرف یکی از کاروانسرای های قدیم، یا هم رباط برش میگن، میریم و قصه هایش هم میشنویم. وافی صاحب هم کنار ما هست، بفرمایید. چقدر خوب یک دروازه هم تو محلی. بسیار خوب دروازه. هموطن عزیز، ما فعلا آمدیم به می کاروانسرای ولایت سمنگان که در مسیر راه ابریشم قرار گرفته و ایجره به نام رباط هم برش یاد میکنن. ای که ای کاروانسرا چقدر قدامت داره و ای که از ای کاروانسرا به چی منظور استفاده می شد بیشتر از وافی صاحب میشیم. وافی صاحب بگوین بر ما در مورد می کاروانسرا، البته که خیلی یک فضای مقبول هم داره دیگه. کاروانسرا یا رباط ها معمولا که به منظور بودوباش یا محل ترسوت کسایی بودن که در اینجا اموال تجارتیشان را می آوردن، و خوشبختانه که کاروانسرای شهر قدیم ولایت سمنگان ویژگیشی است که در مسیر شارای عمومی که قبلا بوده کابل مزار شریف یا شمال کابل موقعیت داره، و همچنان در مسیر راه قدیمی ابریشم، در مسیر راه قدیمی ابریشم. و این کاروانسرای از این بوده که در اینجا کسایی که به تجارت مصروف بودند می آمدند در اینجا، در هر 30 فرسخ را یک کاروانسرا ساخته می شد، یعنی یک شبانه روز که می آمدند کاروانا در اینجا استاد می شدن، اموال تجارتیشان در اینجا می شد که حتی داد و ستود بکنن، یا ای که از یک محل به محل دیگه انتقال بکنن، یا ای که امو وسایل نقلیشان که بارت از شطور و اسب و چیزا بود می شد که از یک محل به محل دیگه او را به کرایه بگیرن. یعنی در مجموع از امی استفاده می شدن. این کاروانسرا چقدر قدامت داره؟ کاروانسرا در افغانستان معمولا از زمان امیر عبدالرحمن خان به بعد ساخته میشه، و هدف اصلیشان گذشته از این که مثلا محلی است که کاروانهای تجارتی در اینجا بوده باش میکنن و اموالشان انتقال میتن، یک محلی دیگه هم میشه که مسائل حکومتی ره
از یک ربات با دیگر ربات، از یک کاروانسرا با کاروانسرای دیگه، مثلا گپی که از مرکزیت آغاز میشه میاد به او کاروانسرای مسئول بعدی میشه، مسئول است که این نامه را انتقال بده با کاروانسرای دیگه و او هم قسم تا ببره به محل حکومتی که در مو ولایت در محل است. بسیار خوب، پس بریم قدم زده چند قسمت از این کاروانسرا را هم ببینیم. واقعا که صحبت های بسیار خوب و شیرین داشتین وافی صاحب در رابطه به می ربات ها یا هم کاروان سرای. هموطنان عزیزم، شما هم در ادامه برنامه با ما باشین. داشته های ما هنوز هم باقی مانده و آفیس های با ما است و آیست آیست میریم به طرف بازار جدید شهر ایبک و از اوجه هم دیدن میکنیم. بفرمایید آفیس. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هموطنان عزیزم، ما در ولایت سمنگان هستیم و شما هم قسمتی از زیبایی های سمنگان را دیدین. فعلا ما آمدیم به زیارت خواجه اسماعیل در مربوطات شهر ایبک تا در رابطه با شخصیتشون بیشتر صحبت ها را داشته باشیم. جناب مولوی صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین جناب؟ صحت شما خوب؟ بخیر هستین؟ بخیر هستین؟ خوش آمدید. تشکر. سلامت باشین. اگر خود معرفی هم بکنین بر ما. اسم ما بختم هلال الدین. بسیار خوب. بچه مولای قیام الدین از این منطقه محل و منطقه است. بسیار خوب. خواجه اسماعیل کی بود؟ بیشتر بر ما در رابطه با شخصیتشان بگوید. حضرت خواجه اسماعیل علیه الرحمه از جمله تبع تابعین می باشه. یکی اصحاب است که رسول علیه السلام دیدن به او ایمان آوردن، از دنیا با ایمان رفتن، اون اصحاب میگه. یکی تابعین است که اصحاب رسول الله را دیدن، رسول الله صلی الله علیه و آله دیدن، اصحاب دیدن. بسیار. او یکی تبع تابعین است که تابعین رسول الله را دیدن، تابعین را دیدن. اینجا جناب حضرت خواجه صاحب علیه الرحمه در این محل و مقبره که مدفون هستند، تا ای از جمله تبع تابعین است که با امرای تابعین اینا صحبت کرده گستک. خداوند روی تمام مرده های ما را، بزرگوارا را شاد داشته باشه. بخیر باشین. خب جناب وفی صاحب، شما هم یک ذره معلومات بر ما بتین در رابطه با می زیارت خواجه اسماعیل. حضرت خواجه اسماعیل علیه الرحم طور که مورد صاحبم گفتن اینا از جمله تبع تابعین هستن که احتمالاً اینا در مو زمانی که لشکر عرب به خاطر توسعه و باعث دین مقدس اسلام به سرزمین اینا آمدن، احتمالاً که در مو زمان بوده باشند و اینا به تبلیغ دین پرداختند. این شخصیت بزرگوار در امینجا زندگی کردند تا اینکه در سال 128 اینا دار فانی را ویدا گفتند و در امین محل مدفون شدند و به احترام شخصیت عالی همین محل هم به نام خواجه اسماعیل علیه رحمه معروف و مشهور است. خب مکمل همین منطقه؟ بله، در مجموعه مساحه و مسجدی هم که اینجا قبلا بنا شده بود به نام همی است و مسجد تازه هم که اینجا بنا شده به این شکل بوده. خداوند رویشان را شاد داشته باشه. بسیار زیاد تشکر میکنم وفی صاحب. مولای صاحب از شما هم جان سپاس. با عزت سر بلند باشین. سلامت باشین. 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 خب هموطنان عزیزم، در ادامه برنامه هم با ما باشین. آیست آیست هم میریم، چون ما از بالای سار دیدن کردیم آمدیم به طرف زیارت خواجه اسماعیل و فعلا هم میریم به طرف بازار شهر ایبک. بفرمایید. Thank you.
خب هموطنان عزیز، ما فعلا رسیدیم به بازار شهر ایبک، یکی از بازارهای خیلی بیروبار است و دوستان هم فعلا آمادگی میگیرن به خاطر از اینکه تا دو سه ساعت دیگر شام میشه و هموطنان ما هم افطار میکنن. نام خدا بیروبار که خیلی زیاد است. اول که سلام برسه به کل دوستا و برادرای ما، جور است انشالله، سلامت باشین، سلامت باشین. خب وافی صاحب، از شما میشنیم در رابطه به می بازار شهر ایبک، این که میگن یک بازار بالاست یکی هم بازار پایین، درباره همی بازارا بر ما بگو و قدامت از این بازار. قسمی که شما میبینین که این بازار و دو قسمت از قسم شما یاد کردین، یکی بازار بالاست و دیگه بازار پایین، و اینجا اقوام مختلف با هم زندگی میکنن، پشتون ها، ازبک ها، تاجیک ها، هزاره ها در کنار هم، و فراوردهایی که اینجا دارن در اطراف نوایی فقط به این بازار هم میارن. ایرمی مرکز داد و ستود عام مردم است، هم از مردم چه. و این یک گپی دیگه که شاید در اکثر ولایات شما دیده باشین، در سمنگان اینجا دو روز به نام بازار مسمى است. روزای بله هفته دو روز، روز دوشنبه و روز پنجشنبه. ما کدام محصولات در روزا به بازار به فروش میرسه؟ تمام محصولات فراوردهایی که مردم در اطراف نوایی دارن، اونا برای فروش در اینجا میارن و در روز ازدحام بیشتر از روزهای دیگه میباشه. خب نام خدا دوستا، بازار پر جمع و جوش است، بیروبار هموطنان ما هم زیاد است. دیگه ما نتونستیم که بریم به کوچه های از این بازار هم داخل شویم و اونجا هم به شما و دوستا به تصویر بکشیم، ولی خواستیم کمی فضا را کنار از همین هموطنان عزیز و نازنین ما به تصویر بکشیم. حسین شما خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ بخیر هستین؟ تو بیا لالا، بیا بیا اید ماشاءالله، اینا بچه سمنگان. نام تو چی است؟ حسیب الله. حسیب الله، نام خدا هم تو یک پهلوان هم تو، نام خدا چی میگن هم تو، شیر 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 بچه. ماشاءالله. خب وافی صاحب، خوش شدیم که اینجا آمدیم، در بازار هم از دوستا و همچنان بازار هم دیدن کردیم. دیگه کجا میریم؟ بخیر ما و شما، مسیر ما به کجاست؟ مسیر جان، حالا ما شما خوب برنامه را دیدیم، واقعا که بازار بسیار ازدحام است، پر جنب و جوش است، و هموطنان عزیزمون با دیدن تیمای کاری خیلی خرسند هستند. ولی قبل از اینکه ما شما بریم و در پایان روز کاری قرار داریم، یک بار سر میزنیم به میدان بزکشی و در اونجا میریم، ما شما اونجا هم یک برنامه بسیار خلاص و کوتاهی داریم و بعد از اون برمیگردیم به طرف افتاری. خوب است. دوستان خیلی شما هم ما را در ادامه برنامه همراهی بکنید. میریم به میدان بزکشی ولایت سمنگان و بعدش هم باز آیست آیست ما هم آماده میشیم به افطار. خب باز جان، امروز ما شما یک برنامه کاری بسیار خوبی داشتیم، ما شما رفتیم جای تاریخی را دیدیم، داخل شهر ایبک آمدیم، بازار را دیدیم و آلی آمدیم در میدان بزکشی. میدان بزکشی، بزکشی که یکی از بازی‌های بسیار قدیمی و محلی مردمان صفات شمال به خصوص مردمان ولایت سمنگان است، و خوشبختانه که در این میدانی که ما شما اینجا هستیم، کارسب زبیولای آجزاده رئیس فدراسیون بزکشی ولایت سمنگان اینجا در کنار ما شما هستند که میشه که با اینا آجزاده سب خوب هستین، ساعت شما خوب، بخیر هستین انشاءالله، سلامی دارین، کلامی دارین که امراد خدمت دان هست. سلام و عرض ادب باسی جان خدمت شما، همکاران شما، تمام دوستا و عزیزایی که ما را از طریق تلویزیون طلوع بیننده هستند، خوش آمدین، صفا آوردین. ما از آدرس فدراسیون بزکشی ولایت سمنگان تشریف آوردی شما و همکارای شما رو در ولایت سمنگان به خصوص میدان بزکشی خیر مقدم عرض. قربان شما، بخیر و سلامت باشین. مگم دوستا یک کمک ناوقت آمدیم، ناوقت به خاطر از این میگم که تا همین یک روزی هم که به ماه مبارک رمضان مانده بود، مسابقات بزکشی در صفات شمال ما برگزار میشد، ولی و ما از اینکه باز رمضان آمد، دیگه دوستا گفتن که چند روزی که از رمضان هم سپری شده، گفتن میشه که براتون یک مسابقه بزکشی رو اندازی بکنیم، ولی ما دیگه نخواستیم که دوستا و عزیزای ما را، چاپ اندازای نازنین ما را به زحمت بسازیم. هر کدامشان افتخار کشور، افتخار سرزمین هستند. خب
رئیس صاحب شما میشه که در رابطه به می تاریخچه بوسکشی یک کمک بر ما بگوین با دوستای ما که یک ذره بیشتر آشنا شوند. بوسکشی یکی از ورزش‌ها و عنانات بسیار سابقه و یک فرهنگای دیرینه در ولایت سمنگان به خصوص در شمال افغانستان به خصوص در ولایت سمنگان میباشه که ولایت سمنگان از قدیم دیگه از قدیم بسیار چاپاندازای خوب، اسبای خوب، پهلوانای خوب دیگه داشته و همیشه خوب درخشیده، عالی درخشیده و همیشه دستاورد داشته در عرصه ورزش بوسکشی. بسیار خوب. اسب خوب است، چی بشناسیم امی اسب چاپانداز خوبه؟ حالا در هر جای میری اسب است، ولی امی اسب خوبتر کدامش است؟ امی اسبای بوسکشی باسه جان اکثرا به چهره و به قواره شناخته نمیشه. اسب باید سوارکار داشته باشه، وقتی که در بوسکشی داخل کردی اسب خوب از خود مهارت های خاص می داشته باشه. مثلا سر بوز میره، وقتی که بوز گرفتی خوب گریز داره، در جلو خوب میگرده، در توده خوب میگرده. ای از خاصیت های اسب بوسکشی خوب است. در چهره و قواره اسب شناخته نمیشه. خیام مطلب درست است که میگه چه وقت بظاهر قضاوت نکنه. دقیقاً بله، بظاهر اسبم آدم باید بازی نخوره. بازی نخوره. ولی بله دوستا بوسکشی جزء از ورزش ها و عنانات کشور است که واقعا در بین همه مردم زبان زده عام و خاص است. نسبتاً با کار دشوار هم است. همه کسایی که چاپانداز هستند و همه خود نگاه کردن از اسپا کار سخت است. شما چه قسم میکنین نگاهی اسپا را؟ اسپا خو اکثرا توسط کسایی که اسپا نگاه میکنن ما به اصطلاح بوسکشی نام او را سهیس میمانیم. سهیس نام داره. سهیس ها اکثرا اسپا را تربیه و نگهداری میکنن. این حال ماه عمل است. از ماه عمل تا ماه سور دو ماه برای اسپا به حساب علف میتن. یک قسم علف های وطنی است به نام شفتل یا رشقه از علف میتن. بعد از او باز کم کم در جو میگیرن و باز به حساب روغن میتن و تخم میتن در زمستان. باز اسب آماده میسازن تا موسم بوسکشی را. وقتی که اسب آماده شد باز کم کم سوار میشن و تربیه میکنن تا ای که اسب آماده بوسکشی شوه و در بوسکشی تاخت میکنن. بخیر باشین آجزاده صاحب، تشکر میکنم از شما هم و از وافی صاحب هم که از ای که تا فعلا جای بسیار خوب در ولایت سمنگان ما را همراهی کرد و با هم رفتیم و داشتای خوب هم کوشش کردیم که تقدیم شما دوستا بکنیم. خب باز جان دای قسمت برنامه که انشالله که ما شما همراه بودیم برنامه هم تنظیم شد. آره که کم کم روزم به پایان میرسه و ما شما هم که روز روزه است ماه مبارک رمضان آشته است میریم به طرف افطاری دیگه. بخیر. بله گشنه هم شدیم امروز، تشنه هم شدیم. که دوست هم آماده هستن انشالله که آشته است ما شما میریم به افطار. قربان شما وفی صاحب. در موتر بریم یا در بسر اسب؟ خب چون روزی روزه است دیگه اسب بولیم خوب آماده میشه. خب دوستا شما هم در ادامه برنامه با ما باشین. میریم آیست آیست آمادگی میگیریم به افطار و ما را هم داریم. یک روز کاری بسیار خوبی داشتیم، واقعا دیگه خوش گذشت. و حالی که ما شما آمدیم استیم با جناب شریفی صاحب، الحاج عبدالحق شریفی، رئیس فدراسیون باسکتبال ولایت سمنگان با اینا استیم و ماشاءالله که جمع دوستا و عزیزایی که اینجا هستن، برادر آجی صاحب، بچه کاکایشان و برادر دیگه شان آجی صاحب و کلگی خانواده شریفی اینجا در جمع حضور دارن دیگه. از اینا هم سپاسگزار نگاه میشه که شما سلامت باشین و چند دقیقه هم دم لحظات فرصت داریم برای افطار. شریفی صاحب شما خوب هستین؟ ساعت شما خوب است؟ تشکر میکنم. شریفی صاحب شما میشه که بگوین بر ما در رابطه به می غذاهای محلی ولایت سمنگان و از غذاهای محلی یاد کردم، عطامی دسترخانی که
امروز می سفره را شما میبینید که بروش غذاهای مختلف است. دیگه این دسترخوان هم یکی از دسترخوان های بسیار وطنی است. به نام خدا، نخست از همه تشریف آوری شما باسط ایرش و همکارانشان و در ولایت باستانی سمنگان خوش آمدید و خیر مقدم میگم. بخیر با جمعی از دوستا و اساتید بزرگوار که اینجا حضور دارن و ثانیان خیلی خوشحال و خرسندم که امروز در ضیافت افطاری امشب شما را با جمعی از دوستا با خود داریم. قربان شما، بخیر باشین. تشکر. در رابطه با غذای ولایت سمنگان که چی نوع غذا ها اینجا چی استفاده میشن و غذای چی هستن، زیادتر غذای معمولی ولایت ما قابل پلو است، کباب است، منتو است و چون در ولایت باستانی ما سمنگان اقوام مختلف اینجا زندگی میکنن، باز هر اقوام از خود غذاهای بخصوص رو میداشته باشن. خیلی خوب، بخیر باشین. و آیست آیست نزدیک میشیم به زمان افطارم و یک اتک. لحظات شادی و نوای همدلی را با نوشیدن انرژی اتک در این ماه پرفیض با وجود آورید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. بفرمایید شما هم میتونین بنوشین، طعم خوب داره اتک و صبح هم یاد کردیم گفتیم باز افطار مینوشین. بخیر. واقعا انرژی اتک انرژی بسیار پرقدرت و خوش طعم خوش ذائقه است. پروفسور، بازم بسیار زیاد تشکر میکنم. اگر حرفی دارین، پیامی دارین، کلامی دارین، کمرای ما هم در خدمت شماست. تشکر. واقعا یک روز کاری بسیار خوبی بود. ما امیدوارستم که برنامه باده باشه که در ذهن و خاطره همه هموطنان عزیز ما تا ده سال باقی بمونه. ما حرف و گفتنی خاصی ندارم. تشکر میکنم از شما، از تلویزیون طلوع. واقعا زیاد تلویزیون طلوع همکارایشان زحمت میکشن، تلاش میکنن تا هویت، فرهنگ و داشته های فرهنگی سرزمین ما را به تصویر بکشن و مردم ما از نقاط مختلف چون تن واحد که هستن من ایسی یک برادر از امو داشته های فرهنگی هم دیگر و رسم و رواج هاشون بخیر باشین. سلامت باشین. فتح الله وافی یکی از شخصیت های فرهنگی ولایت سمنگان و همچنان شریفی صاحب. شریفی صاحب از شما هم تشکر میکنم. بخیر و سلامت باشین. هموطنان عزیز و نازنین ما هم نزدیک شدیم به پایان برنامه. امیدوار هستم که از داشته های مادری سفر هم لذت برده باشین. تا برنامه بعد همه تان و بلدای یک تا و به همتام سپارم. زنده باد، پاینده باد افغانستان. خدا نگهدار.